سلام و وقت بخیر به بخش دوم برنامه آخر خط از نور خوش آمدید. در نخست گزارش برنامه آماده نشر است. فرایند تفتش آرا بدون حضور تیم‌های انتخاباتی توسط ناظران ملی و بین‌المللی به پیش برده می‌شود. مسئولان کمیسیون انتخابات می‌گویند که تاکنون بیش از 21,000 صندوق رایدهی که شامل 93% آرا می‌شود تفتش شده است و فرایند تفتش آرا تا شام روز پنج شنبه خاتمه خواهد یافت. از جمع 22,828 صندوق رایدهی فقط 1,485 صندوق رایدهی باقی مانده که احتمالاً فردا تا آخر روز ایروند با پایان می‌رسد. سخنگوی کمیسیون انتخابات میگوید که روزهای انگشت شمار به اعلام نتایج انتخابات باقی مانده است. با گفته وی از آغاز فرایند ابطال آرا تا کنون 64% آرا مراحل ابطال را طی کرده است. در مجموع 14,716 محل است که در موردش تصمیم اتخاذ شده که این در حقیقت 64% تمام صندوق ها و محلات که تفتیش شده تشکیل میده. فرایند تفتش آرا آرام آرام به پایانش نزدیک می شود. حالا کمتر از 2,000 صندوق رایدهی باقی مانده است و انتظار تفتش را می کشد. ظاهرا فرایند تفتش آرا هفته آینده به پایان خواهد رسید. حالا دیده شود نتیجه برخواسته از فرایند تفتش آرا مورد قبول نامزدان ریاست جمهوری قرار می گیرد یا خیر. حفیظ‌الله سالنگی، تلویزیون نور. باز هم خوش آمدید بیننده برنامه آخر خط. با گونه زنده از نور صداقیان، فضل الرحمن اوریا عضو تیم اصلاحات و همگرایی و دکتر فضل من الله ممتاز آقای امور سیاسی در این برنامه با ما هستند. خیلی خوش آمدید مهمان عزیز. آقای اوریا، با شما آغاز میکنیم که آیا هنوز هم مذاکرات و گفتگوهای سیاسی دو تیم جریان داره یا پس از اون که شما ضرب الاجل تعیین کردین و هشدار دادین دیگر متوقف است؟ تشکر. سلام بر شما و سلام بر جناب دکتر و سلام بر بینندگان نهایت عزیز و ارجمند. یک دو روز قبل تیم اصلاحات و همگرایی ضرب العجل 24 ساعته را تعیین کرد که باید خواسته هایش و ارزوها و امیدهای مردم پذیرفته شود و خواست تیم اصلاحات و همگرایی یعنی احترام برای مردم افغانستان، احترام به اراده مردم افغانستان، همزمان با این ضرب العجل مذاکرات بسیار جدی همه جانبه و گسترده و در سطوح مختلف بین تیم اصلاحات و همگرایی و جامعه جهانی آغاز شد و این مذاکرات بیشتر تمرکز داشتن روی پروسی سیاسی، رفع چالش ها و موانعی که وجود داره. همین علت بوده که امو ضرب العجل تمدید شد و در حالت تعلیق قرار گرفت و این مذاکرات تا به حال ادامه دارد و نتیجه این مذاکرات به یک نحو ویژه توافق شده که هر دو تیم دو گروه کاری را کاری ویژه را توضیح بکنه که روی مسائل معین باید بحث صورت بگیره. کتاب اکنون در این راستا قسمی که لازم هست گام های عملی برداشته نشده و یکی از علتهایش هم امین هست که اعتماد بالای تیم تحول و تداوم وجود نداره و این که وجود نداره چرا؟ دلیلش چی بوده میتونه؟ چند دلیل بوده میتونه. یک، بایی که رهبری تیم تحول و تداوم در پای اعلامی مشترک امضا کرده که در اونجا تشکیل دولت وحدت ملی را به حیث استراتژی قبول کرده و در عمل اونا روی این استراتژی معتقد نیستن و در عمل به خاطر تحقق این استراتژی کار نمیکنه. مثلا یکی از ویژگی های دولت وحدت ملی توزیع
عادلانه قدرت هست که قدرت به شکل متوازن و عادلانش باید توزیع شود. تیم تحول و تداوم معتقد به توزیع قدرت نیست، میگه قدرت باید توزیع شود، قدرت باید متمرکز باشه و اونا میگه که بیاین قدرت تقسیم بکنه. چیزی که در 13 سال اینا کرده و اینا عادت کرده با تقسیم قدرت، غصب قدرت، میخواه امور ادامه بده. در حالی که باز تنها تقسیم قدرت درد مردم دوا نمیکنه و دولت وحدت ملی تنها با تقسیم قدرت با وجود نمیه. اون نوع دولت ائتلافی هست که همیشه ناکام بوده و ناکام هست. پس دوستای تیم تحول و تداوم با این چور، یعنی تقسیم قدرت عادت کرده، با غصب قدرت عادت کرده، با انحصار قدرت عادت کرده، اما با توزیع عادلانه قدرت که یکی از ارزش‌های دموکراتیک هست و یکی از ویژگی‌های دولت‌های وحدت ملی میباشه، نه عادت داره و نه حاضر هست چنین ارزش های مدنی و دموکراتیک بپذیره. بله، حالا فکر میگیم با هر دو طرف اگر قدرت توزیع شوه یا تقسیم شوه، به تعبیر شما بحث انتخابات دیگر کنار میمونه و بحث انتخابات اصلا مطرح نیست و اینجا تنها توافق بر سر چگونگی توزیع و تقسیم قدرت مطرح میشه. من یک مشکل برات عرض کردم که با اونا مشکلات دیگر را برات عرض میکنیم. این یک مشکل است. تیم اصلاحات و همگرایی بر بنیاد این توافقات میپذیرن که دولت وحدت ملی باید تشکیل شود، قدرت باید به شکل متعادلش تقسیم شود و توزیع قدرت به شکل عادلانه و متوازنش باید صورت بگیره و در این راستا تا با اکنون گام‌های صادقانه برداشته. برعکس تیم تحول و تداوم با توزیع قدرت معتقد نیست و تقسیم قدرت با شکل چورکانش که در 13 سال عادت کرده. بله، حالا این تقسیم توزیع قدرت که شما میگین آقای یوریا از مجرای انتخابات و پروسه انتخابات باید صورت بگیره و یا از روی گفتگوهای سیاسی دو تیم؟ این یک مشکل هست که در استراتژی مشکلی وجود داره. اما پایین تر از او، تیم اصلاحات و همگرایی معتقد بر رای پاک مردم افغانستان هست و هدف اساسی ما این هست که رای پاک مردم افغانستان باید منجر شود به حاکمیت ملی و در نتیجه رای پاک مردم افغانستان ما باید یک رئیس جمهوری مشروع داشته باشیم که اونا در اینجا مخالف است. مخالفت در همین جا هست که پروسه تبتیش رو شده، پروسه تبتیش طبیعتا نمیتونه رای پاک از ناپاک جدا کنه. هرچی که هست بلاده پسش، چیزی که همی کمیسون اعلان کرد امون نتیجه قبول شوه. یعنی اونا معتقد برای پاک مردم افغانستان نیست، معتقد به ایست که در نتیجه رای تقلبی باید یک نتیجه توسط کمیسیون اعلان شود و توسط اعلان امین نتیجه تقلبی هر کسی که رئیس جمهور شد او باید پذیرفته شود، در حالی که این با تفکر تیم اصلاحات و همگرایی از بیخ و بن تفاوت دارد. تفاوت در اینجاست یک لحظه که رای پاک مردم افغانستان باید احترام شود، میکانیزم باید ساخته شود که رای تقلبی از غیر تقلبی جدا شود و در نتیجه رای پاک مردم افغانستان رئیس جمهور مشروع با وجود بیاید. سپاسگزار هستم. آقای ممتاز، در گزارش هم شنیدیم که فردا فرایند تفتیش آرا با پایان میرسه، البته بدون حضور ناظرین هر دو تیم انتخاباتی و در این طرف هم هنوز هم گفتگوهای سیاسی دو تیم نتیجه ای نداده و مشخص نیست که تا چه زمان این گفتگو ادامه داره و نتیجه مشخص میشه. حالا با این حال بحث اعلام نتیجه انتخابات و روشن شدن کلیت پروسه را شما چگونه میبینید؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام به بینندگان عزیز و خدمت شما و جناب نوری هستم. خدمت شما عرض کنم که از سال 2009 به این طرف سخنگوی مادام العمر کمیسیون معیوب انتخابات آقای نور هر وقتی که در پرده تلویزیون ظاهر میشه در عقب عینک های زی همون تقلب و تزویر همیشه نکاس میفه از 2009 به این طرف و به هر شکلی که آقای نور جار بزنه بارها دروغ ثابت شده و بارها وعده خلاف به مردم افغانستان توجیه شده کاملا. و اگر شما معلومات داشته باشین دوستان هست که در یکی از سایت ها یکی از چهره های خسته کن
مطبوعاتی که در افغانستان شناخته شده، آقای نور شناخته شده، شخصی خودش نه. بس روی افراد و اجازه بدین تو اشخاص اشخاص نیست، اشخاصی که نمایندگی میکنن از یک جهتی سخنگوی است، مطلب شخص این چی نیست. آقای نور کمیسیونی معیوب انتخابات به حیث یک چیری دروغگوی معرفی کرده، وعده خلاف. فردا اعلان میکنه به جدیت، اعلان که فردا نتیجه اعلان میشه، فردا کمیسیون انتخابات کار میکنه. اصلا هدف این است جناب محترم، اگر اخلاقا از نگاه اخلاقی اگر میخواد تاریخ رقم میزد، آقای نورستانی باید مسئولیت خود ادا میکرد، بعد از اینکه مسلوب صلاحیت است، بعد از اینکه فضاحت افتضاح از طرف کمیسیون معیوب انتخابات صادر شد، باید استعفای خود اعلان میکرد، نقش کمیسیون انتخابات دفن شده، باید جنازه زیر اعلان میکرد، مردم جنازه شو میخوان. کمیسیون معیوب انتخابات، آره باش بگویم کمیسیون رحمت الله علیه مغفور له بگویم، ختم شده. موضوع تفتیش یک کلمه حق است، مراد ازی باطل است. کلمه حق مراد ازی باطل است. آن چیزی که در انتخابات صورت گرفته قطعا امکان نداره با این تقلب گسترده‌ای که صورت گرفته امکان نداره صورت بگیره. جناب اولیا صاحب تشریف دارن، اگر ما گفتم که غلط خطا بود، در دوره اول انتخابات 8 روز قبل از انتهای دوره اول انتخابات ساعت 11 بجه شب ما از خواب بیدار کردم اولیا صاحب، گفتم که نتیجه به این شکل تصمیم گرفته شده، مثلث تصمیم گرفتن که تیم اصلاحات همگرایی را در مرتبه اول بلند نشان بدن، در مرتبه دوم در دور دوم انتخابات تصمیم گرفتن. آنقدر به می الفاظ گفته شده، آنقدر شما صندوق ها را پر کنین که هر قدر تقلب کوشش کنن که تصفیه کنن قابل تصفیه نباشه. اینا شاید است. ما تون در یک تیم دیگه بودیم در زمان، برشان گفتم که ما نداریم، توانمندی ها نداریم، اگر شما امکانات دارین باید موضوع پیگیری کنین. یک موضوع اما در قسمت سوال شما بیایم که آیا اونا اعلان کردن که نتیجه را اعلان میکنن، شما مطمئن باشین نودانشن. اگر میخواین که تاریخ افغانستان را به یک بحران اونا در این مرحله اساس رقم بزنن و یک جنایت تاریخی را مرتکب شون، چنانچه خیانت ملی را مسئولین کمیسیون معیوب انتخابات مرتکب شدن، اگر مرتکب نمیشد باید آقای امرخیل که وادار به استعفا شد باید امروز تحقیق میکرد، براءت خود ثابت میکرد و کمیسیون معیوب انتخابات همچنان ثابت میکرد. یگانه مشکلی که فعلا وجود داره با استعفای از او، اونا اگر گمان کردن که آن چیزی که مرتکب شدن در حق ملت افغانستان، آن خیانت تاریخی، خیانت ملی را که مرتکب شده بخشیدنی نیست، چون اونا تقلب کردن، همه کار خود کردن، سیستم را به خاطر تقلب عیار کردن با استعفای خود. چون شما گفتید موضوع فرد نیست، امرخیل در اینجا فرد شخص خودش نه، آن جنایتی را که ای انجام داده او مطرح است، بناً اینا موضوع مرموز مانده تا وقتی که براءت یا جنایتی که کرده امرخیل ثابت نشوه هیچ گاه به ملت افغانستان قبول نیست. این موضوع موضوعی فرض کو نتیجه امروز اونا اعلان کردن، ما میدانم که اونا امروز فردا پس فردا مثلا چانه‌زنی میکنن تا نتایج را اعلان کنن، ولی یک سال بعد 6 ماه بعد ما بعد انتخابات پارلمانی است، مردم افغانستان انتظار نداره بار دیگری کمیسیون معیوب انتخابات در پارلمان همچنان جنایت کنه مرتکب شوند. این موضوع از مهمتر از قضیه همین انتخابات پارلمانی آینده که میای این قانون اساسی افغانستان را مثلا. بله، حالا کمیسیون هم چند پیش گفته بود که هر دو تیم انتخاباتی اومدن با تفتیش 100% آرا توافق کردن و مسائل دیگری هم در توافقشون بوده. وقتی که تفتیش به پایان رسید ما دیگر نتیجه را اعلام میکنیم، اگر اینا میپذیرن یا نمیپذیرن مربوط تیم های انتخاباتی میشه و کمیسیون کار خود انجام میده. شما ببینید جناب محترم از کمیسیون چی باقی مونده؟ کمیسیون خب حالا اجازه بدید کارای انتخابات را انجام بده. کمیسیون معیوب انتخابات وقتی که جامعه بین المللی پای خود را نهاد، در اوج خارجی‌ها دخالت کردند در موضوع، کاملا موضوع برملا شد. کمیسیون اصلا دیگه جایگاهی نداره. هر قدر که آقای نور جار بزنه که کمیسیون یک نهادی قانونی است، یک نهادی از که مسئولی برگزاری انتخابات است، این موضوع برای ما مطرح اوله و علی موضوع. اگر در قسمت دو تیم اونا به این قناعت داشته باشه، مردم افغانستان به این قناعت کردن کاملا
اونا به قناعت رسیدن که این کمیسیون کاملا صلاحیت از دست داده، مسلوب صلاحیت است. من شخصا امروز البته آقای نورستانی شاید حرف مرا بشنوه، وقتی که در دوره اول انتخابات ما در اونجا حضور داشتیم، شخصا که شش تیم بودیم با آقای نورستانی گفتم که آن چیزی که فعلا در روی صورت میگیره در کمیسیون انتخابات میگیره، شما کاملا بی اطلاع هستین، بی خبر هستین، یا اینکه شما بیهوش هستین یا اینکه مدهوش هستین، به سرنوشت افغانستان شما بازی نکنین. آن دیدیم که همه کارا را اونا به دست آقای امرخیل سپرده و آقای امرخیل کار تصمیم خود گرفت. حالا ما قطعا اگر به تیم اصلاحات همگرایی و تیم تحول و تداوم اونا اگر در این رسیده باشن که کمیسیون انتخابات تا بحال صاحب صلاحیت است، برای مردم افغانستان، برای جامعه مدنی نیستن. این حرف کاملا از این موضوع کمیسیون آن فراموش کنین. موضوع دیگه که آمد خدمت شما عرض کنم که یک غلط فهمی دیگه شده، یک ایجاد شده در قسمت از این موضوع، رئیس شورای اجرایی حرکت کردن و حکومت وحدت ملی را ایجاد کردن. حکومت وحدت ملی واژه جدیدی است که در ادبیات انتخاباتی، در ادبیات سیاسی افغانستان جدیداً داخل شد از زبان جون کیری. شورای اجرایی، شورای اجرایی همچنان این نسخه است که در عراق 6 سال قبل وقتی که انتخابات صورت گرفت بین مالکی و علوی، همچی تقلبی صورت گرفت که آقای علوی را به حیث شورای رئیس شورای اجرایی همین جون کیری پیشنهاد کرده که تا امروز خونریزی در عراق است، تا امروز ادامه داره، نتیجهش اونم داعش است. یک موضوع تطبیق کرد که تا قابل تطبیق نبود در عراق صورت نگرفت. موضوع چیز که در قسمت صلاحیت های رئیس شورای اجرایی سری صحبت میکنه، یک موضوع آنچه که تیم اصلاحات و همگرایی و دیگرها اصرار کردن در قسمت صلاحیت های رئیس شورای اجرایی و نظام پارلمانی افغانستان یا صدارتی افغانستان، این موضوع دو مطلب داشت. یک مطلب این بود که از جمله برنامه های انتخاباتی دکتر صاحب عبدالله امی بوده که اصرار میکردن که نظام آینده افغانستان رو ما با قدرت بسن، میخواییم که پارلمانی شد و صدارتی شد، اجازه بکن. بنابراین اونا اصرار کردن تا این موضوع نهادی نشد و به می پیشنهاد. یک موضوع. موضوع دیگری بود آنچه که تعهد گذاشته بودن به وساطت جون کیری به خاطر امو اتفاقی که اونا امضا کرده بودن، تعهد کرده بودن به خاطر صداقت و راستی اخلاص دنیا اینا عمل کردن، ولی طرف مقابل تبلیغات کرد، جهتای دیگه به شکل دیگه تلقی کردن، گفتن که اینا از این که در انتخابات برنده نیستن برای خود جایگاه میسازن. موضوع اصلا اگر تیم اصلاحات همگرایی تنها نیست، دکتر عبدالله با او تیم اصلاحات همگرایی نیست، همه کاندیدای دیگه با او پیوسته، اونا از خود مطلب دارن، هیچ وقت سرنوشت خود با آنچه که اونا تصمیم میگیرن عمومی با تیم اصلاحات همگرایی پیروز است، برنده است، برنده انتخابات است. وقتی که برنده انتخابات باشه این موضوع شورای رئیس شورای اجرایی تطبیق میکنه، ولی تیم مخالف قبول کنه نکنه. خیلی سپاس. آقای یوریا، در قسمت خواستهایی که شما پس از گفتگوها و توافقی که در حضور جمهوری اعضا تیم داشتین، تیم تحول تداوم گاهیم انتقاد میکنن که خواسته های تیم اصلاحات همگرایی در تعارض قطعی با قانون اساسی افغانستان قرار داره و برخی های دیگرش هم اشاره میکنن که حالا بحث انتخابات و تقلبی که صورت گرفته کنار گذاشته شده و تنها باید گفتگوهای سیاسی دولت وحدت ملی را تشکیل بده، مسئله انتخابات اصلا مطرح نیست دیگر اینجا. تشکر. فقط میتونه رای مردم افغانستان معیار باشه. تیم اصلاحات و همگرایی بدون رای پاک مردم افغانستان هیچ چیز را نمیشناسه و این خواسته تیم تحول هست که میگوید که نتیجه رای تقلبی را باید بپذیره، نباید رای تقلبی و غیر تقلبی از هم جدا شود. مگر چیزی که پیش ما مطرح است رای مردم افغانستان هست و میکانیزم باید وضع شود که بر بنیاد اون میکانیزم رای پاک و ناپاک از هم جدا شود. پروسه‌ای که به نام تفتیش آرا و ابطال آرا ادامه داره، ای با هیچ شکل نمیتونه که رای تقلبی را از غیر تقلبی بله جدا بکنه. ولی شما قبلا با همین پروسه توافق کرده بودین با همین تفتیش 100 درصدی. بله، تیم اصلاحات و همگرایی به طور مشروط توافق کرده بود و به شکل مشروط در آنجا حضور داشت و حضورشان هم در پروسه تفتیش آرا خب فعال بوده و تاثیرگذار بود. اما زمانی که طرز العمل ابطال آرا ساخته میشه، طرز العمل قسمی ساخته شده بود که او سرپوش گذاری میکرد با تقلبات و تقلبات مشروعیت میبخشد. او وقت هم تیم اصلاحات و همگرایی یک ضرب العجل 24 ساعته تعیین کردند
و 5 پیشنهاد معیاری با استاندارد بین المللی داشت که او را باید دفتر یونما میپذیرفت و با پذیرفتن از او شفافیت پروسه انتخابات تضمین میشد. متاسفانه او ضرب العجل 24 ساعته گذشت، یونما خواسته ها و پیشنهادات تیم اصلاحات و همگرایی را نپذیرفت، او بود که تیم اصلاحات و همگرایی پروسه تفتیش آرا را ترک کرد، به خاطر که تیم اصلاحات و همگرایی ملزم به دفاع از رای مردم افغانستان هست و حال که هر چیز در اونجا میگذره در پروسه تفتیش آرا برای ما قابل قبول نیست و نتیجهشان هم برای ما مشروعیت نداره و به هیچ شکل مردم افغانستان نمیگذاره که رئیس جمهور متقلب وارد ارگ شوه و به سرنوشت مردم افغانستان حاکم شوه. کسانی که این خواب ها را دیده از این خواب های خود باید بگذره. بله، و با همین گفتگوهایی که خواهی رویا ادامه داره، اگر هر دو تیم انتخابات توافق کنند بحث تشکیل دولتی وحدت ملی را و همچنان صلاحیت های رئیس اجرایی حکومت را توافق صورت بگیره و حکومت هم تشکیل شود و نتیجه انتخابات هم اعلام شود، پس بحث تقلبی که در انتخابات صورت گرفته و شما ادعا میکنید تیم اصلاحات و همگرایی ملزم به دفاع از رای پاک مردم افغانستان است، چگونه؟ ببینید، در دور اول تیم اصلاحات و همگرایی برنده قطعی انتخابات بوده، در دور دوم هم که تقلبات جدا شوه برنده قطعی انتخابات هست و ریاست جمهوری به شکل مشروع و قانونی متعلق به تیم اصلاحات و همگرایی است و در او صورت واگذار میشه ریاست اجرایی به تیم تحول و تداوم. بله، در صورتی که شما پیروز شوین با همین شرایطی که شما در ریاست شورای اجرایی دارین به تیم مقابل هم واگذار خواهین کرد؟ ما معتقد به توزیع قدرت هستیم به شکل عادلانه که اونا نیست، به شکل عادلانه معتقد به تقسیم قدرت هستیم که اونا نیست و ما معتقد به رای پاک مردم افغانستان هستیم که اونا نیست. اما اینا در یک دو روز یک طرح را روان کرده، بعد از اینکه تیم اصلاحات و همگرایی ضرب العجل را معین کردن و در رسانه ها هم هیاهوی را ایجاد کرده که شرایط تیم اصلاحات و همگرایی را پذیرفتیم، این طرح هیچ چیزی نو نداره، فقط همو چیزای قبلی را با الفاظ و جملات جدید تکرار کرده که به هیچ ترتیب قناعت تیم اصلاحات و همگرایی را فراهم نمیکنه. اما در نتیجه مذاکرات پشرده که تیم اصلاحات و همگرایی با سطوح مختلف جامعه جهانی داشتن، این نتیجه به دست آمد که در سطوح پایین دو تیم کاری باید، گروه های کاری باید تشکیل شود تا روی اختلافات بحث بکنه. مگر در این جهت تا به حال گام های عملی برداشته نشده. با این حال پس ادامه داره این گفتگو، به زودی مشخص نمیشه که چرا. عرض کردیم که تا به اکنون در این راستا گام های عملی برداشته نشده و تیم اصلاحات و همگرایی از خواسته های خود از رای پاک مردم افغانستان یک میلیمتر عقب نشینی نمیکنه، با تقلب هیچ وقت سر سازش نمیگیره و هیچ وقت نمیگذاره که در نتیجه تقلب رئیس جمهور متقلب و حکومت متقلب به وجود بیاید. یکی از شرایط اساسی تیم اصلاحات و همگرایی همین هست که فقط در نتیجه رای پاک مردم افغانستان رئیس جمهور مشروع و مقتدر به وجود بیاید. این را باید همه جوانب بپذیره و برش احترام بکنه. دوم شرطشی است که توافقات سیاسی که صورت گرفته، اعلامیه مشترکی که در زیر پاش امضا شده، هر دو طرف امضا کرده، او باید گام به گام عملی شود و دولت وحدت ملی باید تشکیل شود که اونا معتقد به این پروسه هم نیست. سپاسگزار. پس از وقفه کوتاه این برنامه همچنان ادامه داره. خرخط از نور است. آقای رویاد مسئله اگر خیلی کوتاهش کردیم باز با خیلی ممتاز برمیگردیم که حالا در کل باور و ذهنیت عمومی است که آنچه که نقطه تقابل هر دو تیم در گفتگوهای سیاسی است، مسئله چگونگی تشکیل دولت وحدت ملی و همچنان صلاحیت های رئیس اجرایی حکومت است. در کل اصول و معیار شما برای ریاست اجرایی حکومت و تشکیل دولت وحدت ملی چی است؟ ببینید، نقطه تقابل اساسی در اونجا نیست. نقطه تقابل اساسی در شمارش آرا و در تفتیش آرا هست. تیم اصلاحات و همگرایی میگه تفتیش باید قسم باشه،
که رای سیاه از سپید جدا شود و در نتیجه توسط رای سپید رئیس جمهوری منتخب داشته باشیم و همینطور میکانیزم ها و طرز عمل ها با وجود بیاید که امید توانمندی و ظرفیت داشته باشه که رای مردم از راه های تقلبی جدا بکنه و جانب مقابل میگن نه اینطور طرز عمل های وجود نداشته باشه، اینطور لایحه کاری وجود نداشته باشه، اینطور چکلیست های وجود نداشته باشه، پروسه تبتیش را یک نمایشنامه باشه، قسمی که فعلا وجود داره یک سناریو باید باشه که مردم فریب بخوره و در نتیجه ما باید رئیس جمهور اعلان بکنیم. نقطه اساسی تقابل در اینجا وجود داره. نقطه دوم طبیعتا تشکیل دولت وحدت ملی هست. در صورتی که یک مکانیزم شفاف وجود داشته باشه، ریاست پست ریاست اجرایی را باید از دو دیدگاه دید. همونطور که تیم اصلاحات و همگرای دور اول برنده بوده، هرگاه یک مکانیزم شفاف با وجود بیاد دور دوم هم برنده هست. وقتی که تیم اصلاحات و همگرای برنده شد، مطابق به تعهدات خود پست ریاست اجرایی را با همان صلاحیت صدر اعظم اجرایی واگذار میکنه به تیم تحول و تداوم. میتونه خود دکتر سیب اشرف غنی بیه، جناب اطمار سیب بیه به حیث مسئول پست اجرایی. از جانب تیم اصلاحات و همگرایی هیچ مشکلی وجود نداره، به خاطر که ما معتقد هم به توزیع عادلانه قدرت هستیم هم به تقسیم عادلانه قدرت. مگر برداشت یا دیدی اونا چیزی دیگری هست. قبل مرز کردیم میگه بیاین همین چوکی ها را بین خود تقسیم بکنیم، همین کفایت میکنه. توزیع قدرت باید صورت نگیره، نه در عرصه سیاسی، نه اقتصادی، نه اداری. هرگاه حرفی اونا قبول شوه که تقسیم قدرت تا یک حدی صورت بگیره بین دو تیم، ما نمیتونیم یک دولت کارا داشته باشیم، یک دولت مؤثر داشته باشیم که خدمتگزار مردم باشه و بتونه جامعه را از بدبختی کنونی نجات بده. هرگاه هم تقسیم قدرت به شکل عادلانه و متوازنی صورت بگیره و در پهلوش توزیع قدرت هم در عرض و هم در طول صورت بگیره به شکل متوازن، به شکل عادلانه، به شکل مثال صلاحیت های رئیس جمهور یک مقدارش به معاونین داده شود، صلاحیت های رئیس جمهور یک مقدارش به رئیس اجرایی داده شود، صلاحیت های وزیر یک مقدارش به معاون داده شود، صلاحیت های وزیر یک مقدارش به والی داده شود، یک مقدار صلاحیت های والی به ولسوال داده شود. به این ترتیب باید توزیع عادلانه قدرت صورت بگیره که این نقطه دوم اساسی اختلاف هستند و نقاط فرعی دیگری هم وجود داره. اما جایی که تیم اصلاحات و همگرایی نمیتونه یک میلیمتر عقب نشینی بکنه، او رای مردم افغانستان هست. فقط یک چیز میخواد تیم اصلاحات و همگرایی که رای مردم افغانستان باید به پیروزی برسه. در گام دوم به هیچ ترتیب نمیتونه عقب نشینی بکنه، در تشکیل دولت وحدت ملی نمیتونیم با کسی معامله بکنیم، نمیتونیم با کسی زد و بند بکنیم، بلکه تقسیم و توزیع قدرت به شکل عادلانه و متوازنش که در نتیجه ما دولت کارا، مؤثر، شایسته سالار داشته باشیم که او خدمت بکنه به این وطنی که در بحران پرو رفته و کشور از این بحران نجات بده. خیلی سپاس. آقای ممتاز، مسئله که آقای اوریا اشاره کردن حالا در هر دو صورت که مطرح است که توزیع و تقسیم قدرت به شکل عادلانه باید صورت بگیرد در امر تشکیل دولت وحدت ملی در آینده، هر دو گزینه اگر عملی شوه و هر دو تیم توافق کنه، واقعا فکر نمی‌کنم دیگر مسئله انتخابات کنار گذاشته میشه و تقلبی که در انتخابات صورت گرفته این دیگر از میان برداشته میشه و در آینده هم اگر انتخابات برگزار شود ببخشید سوء تفاهم ایجاد نشه. ما بر شما عرض کردیم که اولین مشکل در پروسه تبتیش دقیقاً اشاره کردین که در پروسه تبتیش که رئیس جمهور مشروع به وجود آمد، اون رئیس جمهور مشروع بعد با تقسیم و توزیع عادلانه و وظایف دیگری را انجام بده. بله، من میگم سوال رئیس جمهور مشروع اصلا ممکن نیستن روی دولت وحدت ملی صحبت بکنه. بله. هرگاه رای پاک مردم افغانستان با یک رئیس جمهور منتخب تبدیل نشوه،
اصلا ممکن نیستند روی تشکیل دولت وحدت ملی صحبت بکنیم. بله سپاسگزارم. بفرمایید آقای ممتاز. خدمت شما عرض کنم دو محور است، یکی حکومت وحدت ملی است یا همچنان مسئله قابندی به قانون اساسی که عنوان میشه. باید موضوع توضیح داده شد روشن شود. در ابتدا خدمت شما عرض کنم قانون اساسی افغانستان اگر صحبت میکنن درست، اگر از قانون اساسی بنگلادش صحبت میکنن این موضوع دیگه است. قانون اساسی افغانستان اینا بارها زیر پا گذاشت. در کدام موارد مثلا بیشتر زیر پا گذاشت؟ اجازه بدین اول کسایی که مثلث که در این تقلب دست داره، در این موضوع دست دارن، اونا دست دارن ببینید. طبعا لوی سارنوال افغانستان خلاف قانون اساسی افغانستان به جای خود باقی است. پارلمان که است. ببینین قاضی قضات افغانستان همچنان همین طور است. در قسمت مجلس سنا فکر کنین همچنان میشه است. وقتی که تیم مقابل همچنان تیم تدور بودن رئیس جمهور هم پس از اول جاوز اول چیستان خلاف قانون اساسی است. وقتی که پست شورای اجرایی آل ایجاد نشده، پست شورای اجرایی را البته شما شنیدین، وقتی که احساس کردن که در تیم وحدت ملی در خطر است، مثلا که یک طیف بزرگ افغانستان در اوج جان داره، اونا رئیسیت شورای اجرایی را خودشان عنوان کردن و شنیدن که جناب آقای احمد ضیا مسعود به حیث رئیس شورای اجرایی اونا چی کردن؟ در کجا قانون اساسی وجود داره؟ اونا خودشان این موضوع قانون اساسی یک مطلبی است که گفتم که قول حق مرادش باطل است، زیر چتر قانون اساسی هر موضوع که بخواین اونا خون ساکن میگن. یک موضوع دیگه قانون اساسی افغانستان ای قرآن نیست. قانون به خاطر سعادت و پابندی خود ملت آمده. هرگاه که قانون ببینه که به نفع ملت نیست، هم میتونه تغییر بده. این قانون اساسی افغانستان موضوع نداره. و اگر به پابندی بگویه قطع پابندی صورت نگرفته. اصلا معاهداتی، تعهداتی که قراردادهایی که در وقت دکتر سپنتا وقتی که اونا از طرف پارلمان افغانستان برکنار شد، سلب صنعت شد، سلب اعتماد شد، صورت گرفته، همچنان همش غیر قانونی است. ای بگوید خلاف قانون اساسی صورت گرفت. وزیر خارجه اجرا خود باقی ماند. موضوع دیگه حکومت وحدت ملی را گفتین. در قسمت حکومت آیا امی کسان نبودن که حکومت وحدت ملی را حکومت سهامی میدانستن؟ تقسیم قدرت حکومت سهامی میدانستن، اما آن فعلا با تغییر الفاظ ایرا حکومت وحدت ملی مینامن. پس فکر میکنیم بجز از این راه حل دیگری وجود داشته باشه که هر دو تیم انتخاباتی توافق کنن، هوادارانشون موافق باشن به توافقی اینا انجام میتن و نتیجه انتخابات و بنبست انتخاباتی هم پیدا کنن. ما با عرض معذرت جنون نظریات اوریاست، نظریات ما مختلف است، اختلاف دارم به این موضوع. انتخابات، کمیسیون انتخابات، کمیسیون گفتم مغفور له رحمت الله علیه رفت، انتخابات ختم شد، انتخابات در افغانستان وجود نداره اصلا. یک کشوری که اصلا اونا تعداد نفوس خود رو درک نکنه که چند میلیون نفوس افغانستان است، ملتی که در او کاملا همیش تشکیل نداشته، هویت نداشته باشه، آیا شما چی میگین؟ احصایه نداشته باشه، چطور ممکن است رئیس کمیسیون انتخابات حرف مرا حالا میشنوه؟ به خدا قسم است که در حضور که از جمله عالمی بلخی صاحب دکتر سپسحاگم به ما بود و این گفته که آنقدر تقلب گسترده و هنرمندانه و ماهرانه صورت گرفته که برای ما قابل تفکیک نیست. کارت هایی که از طرف پاکستان آمده، فرمایی که چاپ شده، کاملا چی نیست؟ این حرفا را خود رئیس کمیسیون گفته. خود رئیس کمیسیون در حضور دکتر سپسحاق و جناب عالمی بلخی و جمال الدین بدر در مقر در طرف فکر میکنم وقتی رئیس کمیسیون ما اعتراف میکنه این گونه تقلب صورت گرفته، چی کسی و چی گروهی در کجا؟ اینجا این حرفی بود که بین ما بودن. در تلویزیون که شما دیدین که خودش اعتراف کرده افتضاح بوده، کافی بود برایشان که اخلاقی نگیم. انتخابات ختم شده، تفتیش قطعا امکان نداره. آنقدر به قدیم ما و معلوماتی که ما دارم کاملا آنقدر تقلب شده که قابل تفکیک نیست، اصلا قابل تفتیش نیست. به مخاطر عقل که میاره رو اونا تبدیل چی میکنن، میاره میخوان اونا خلاف هست. شما ببینین چند موضوع، کسی که تقلب مسئول تقلب در اولایت ها بوده فعلا او ناظر است در اونجا از طرف کمیسیون انتخابات در اونجا. آیا اینا بالای خودشان شایدی میتن حکم میکنن بر خود؟
آیا امتیازاتی را که اینا به دست میگیرن اونا میخواین که سبچه از این اعتماد، آیا اینا میخواین که خائن ملی به ملت افغانستان اینا معرفی شوند؟ هرگز اینا نمیخواین. انتخابات ختم شد، تفتیش قابل 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 چی نیست، قابل اصلا قابل چی نیست، نه تفتیش اصلا راضی نیستن اینا اصلا حاضر نیست. بله حالا شما میخواین که انتخابات ختم شد، تفتیش هم دیگه امکان نداره، باز هم همین گفتگو باشه. مثلا اینجا چند اساسات داریم، چند موضوع است. اولی شما منطقیا مردم به این موضوع صحبت نمیکنه، باید من صحبت واضح اجازه بدم صحبت کنم. شما منطقا ببینید، رئیس کمیسیون انتخابات حتی در دور اول ما اعتقاد نداشتیم، بارها این را تکرار کردیم، رئیس کمیسیون انتخابات در دور اول انتخابات ساعت 2 بجه اعلان داشته که 7 میلیون چیست، از کجا اجرا کرده؟ 7 میلیون اشتراک کرده، در دور اول هم 7 میلیون اشتراک نکرده بود. ببینید اشتراک نکرده در دور اول، وقتی که 7 میلیون فرض کو اشتراک کرده، در اون دوران 8 کاندید بود، 8 کاندید از خود هواداری خاص خود داشتن، در اوج اشتراک. در دور دوم امکان نداشته که هواداری همه کاندیدا، چون دو کاندید بودن، همیشون باید اشتراک کنن در انتخابات، به خاطر هوادار خود داشتن به انتخاب ناکام شد، خلاص از صحنه بیرون شدن به انتخاب. در دور اول شورای ولایتی، اعضای شورای ولایتی وجود داشتن، اعضای شورای ولایتی وجود داشتن که اونا هواداری خود داشتن وقت نداشتن. در دور دوم اینا بودن. پس بنا ان با چی منطق اینا در دور اول دور دوم 7 میلیون اعلان کردن؟ اول اعلان کردن بله عرف پایان بود چی از چی میخواین بگم؟ بعد از اینکه انتخابات با بحران که بعد نتیجه رو اعلان کرد ابتدایی را 8 میلیون شد، اگر در روز پس اعلان میکرد شاید 18 میلیون میشد. بنا ان شما کاملا مثلا انتخابات ختم است، انتخابات وجود نداره، تفتیشی وجود نداره، همش دروغ است، کلام باطل است، همش کلام فارغ است، موضوع ختم شده. فقط دو راه داریم، یا رایی که نتایج اول انتخابات مبنا قرار بدیم، قرار بدیم که همگی به او اتفاق کردن، بنا به نتایج اول انتخابات بیم به نتیجه برسیم. دو، اگر نمیشیم به یک توافق سیاسی، به یک توافق سیاسی یعنی همه کاندیدها که بوده گشت کاندید در روی جایگاه خود داشته باش، که بیشتر از او فعلا یک تا دو تایی که بسیار پایین بودن، اونا از کاندیدای پایین بودن رفتن به طرف تیم تحول تداون، پنج تیم دیگه آمدن با تیم، همشون شریک هستن. بنابر نتایج انتخابات دور اول ما به توافق سیاسی برسیم. در غیر از او اینو شما باید داشته باشین که هر قدر که ما کلمه تفتیش بگوییم، هر قدر موضوع انتخابات دور دوم بگوییم، یک قول حق است، مرادش باطل است. متاسف اینجا چه مشکل است؟ خارجی ها در تصمیم ریزی هستن، اونا به نتیجه رسیدن، به نتیجه کاملا رسیده که در افغانستان انتخابات وجود نداره، نبوده، چون در عرصه نظامی اونا شکست خوردن، تحقق نیافته اهداف خارجی ها امریکا تمام. در عرصه سیاسی همچنان اونا میخواین به ملت خود یک پیام داشته باشند که ما در افغانستان دموکراسی به وجود آوردیم، انتخابات برگزار شده. بناهن اصرار میکنن که در نتیجه انتخابات به یک شکل از اشکال یک نتیجه رو اخراج کنن، دیزاین کنن، تا یک موضوع. موضوع دیگه که بسیار مهم است، از آن جایی که توافقات بیرونی سیاسی، پیمانه های امنیتی است، تجارتی است، آینده افغانستان مرتبط است، مربوط به افغانستان است، تا که یک کسی به نام انتخابات، به نام رئیس جمهوری مشروع نبوده باشه، بنان توافقات به اونا اعتبار نداره. اونا به خود خاطر اصرار میکنه اما کنه. اگر شما به یاد داشته باشین که بارها ما تکرار کردم، آن اعلامیه که قبل از آمدن جونکری در دور دوم از طرف سفارت امریکا برای اردوتیم ترتیب داده شده بود، در اونجا شخص اول شخص دوم گفته بودن، تیم بازنده و برنده نگفته بودن. این نتیجه چی است؟ که اونا به قناعت رسیده بودن که در افغانستان انتخابات صورت نگرفته. خیلی سپاس درستم آقای اوریا. در کلیت مسئله، حالا با توجه به چالش شدن و تنشی شدن انتخابات، اگر هر دو تیم انتخاباتی از هر رایی که بیان به توافق دست پیدا کنن، حالا رای تکنیکی و تفتیش باشه و یا هم مذاکرات سیاسی، جدا از مسئله تشکیل دولتی وحدت ملی، واقعا فکر میکنین مسئله اقتدار و مشروعیت حکومت آینده چگونه خواهد بود؟ چقدر امیدوار باشین که یک حکومت خوبتری خواهیم داشت؟ دولت وحدت ملی به حیثیت کسل باید بپذیره و به خاطر تشکیلش گام باید برداریم که تیم اصلاحات و همگرایی صادقانه در این جهت کار کرده. دو، رای مردم باید احترام بگذاریم و رای مردم افغانستان توسط یک فرمول معین با پیروزی برسه، در نتیجه رئیس جمهوری منتخب داشته باشه و دولت
در نتیجه باز تشکیل دولت وحدت ملی داشته باشیم و این دولت وحدت ملی آینه تمام نما باشه برای همه مردم افغانستان و همه مردم افغانستان در دولت وحدت ملی خود را باید ببینه. اما تیم تحول و تداوم و همدستان متقلب مثلثیش خلاف این هر دو ارزش گام برداشته گام برمیداره، با اینکه تیم اصلاحات و همگرایی ضرب العجل خود بر بنیاد مذاکرات گسترده‌ای که با جامعه جهانی داشت در حالت تعلیق در آورد، دو سه روز دیگر هم وقت میته. در غیر از او باز موضوعی خود مشخص خواهد کرد، رسما اعلان خواهد کرد و در پهلوی مردم خود خواهد بود، در پهلوی مردمش که رای داده در پهلوی اونا خواهد بود و در دفاع از رای مردم تمام وسایل و ظروف مدنی را استعمال خواهد کرد. بله، و اینکه مثلا این خوبات دیگر ختم است تفتش هم اگر صورت میگیره معنا نداره، تنها راه حل یا گفتگوی سیاسی و یا هم مبنا باید دور نخست انتخابات قرار داده شود. ببینید در دور نخست به شکل قطع دکتر سب عبدالله عبدالله برنده انتخابات است، بر مبنای دور اول در دور دوم هم دکتر سب عبدالله برنده هست. دکتر سب عبدالله به حیث برنده انتخابات باید پذیرفته شود، برای مردم و اراده مردم افغانستان باید احترام گذاشتنده شود. تیم اصلاحات و همگرایی حاضر است مطابق با اعلامیه مشترک پست ریاست اجرایی را به همان صلاحیت صدر اعظم اجرایی واگذار بکنه به تیم تحول و تداوم. بغیر از این راه های دیگری به اصطلاح به ترکستان میره و نتیجه به بار نمیره، فقط رای مردم افغانستان احترام شود و تشکیل دولت وحدت ملی به حیث یک استراتژی پذیرفته شود و جهت عملی کردنش باید گام ها برد. خیلی سپاس. با سپاس از حضور وقت مهمانان برنامه، فضل الرحمن نوری عضو تیم اصلاحات و همگرایی و دکتر فضل من الله ممتاز آقای امور سیاسی، از شما بیننده های عزیز هم سپاس. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.